جهان کنونی به صحنه نظام‌های اخلاقی متنوع و گاه کاملاً متضاد تبدیل شده و این تنوع در نتیجه ارتباط مداوم فرهنگ‌ها و جوامع بیشتر به چشم می‌آید. آیا چنین وضعیتی ما را به نسبی‌گرایی اخلاقی نمی‌رساند؟ نسبی‌گرایی اخلاقی چیست؟ سلام، فقط فلسفه نیست که دغدغه جدی دارد در مورد خواستگاه اخلاق و امکان مقایسه دستگاه‌های اخلاقی متفاوت. موزل‌های اخلاقی به ادبیات و هنر نیز جان بخشیدند. شاید یکی از دیرین‌ترین مثال‌های ادبی مخمصه اخلاقی وضعیت آنتیگونه باشد. دختری که در تقاطع دو نظام اخلاقی متفاوت گرفتار می‌آید، نظامی که می‌گوید باید برادر کشته شده در جنگ را با حرمت دفن کرد و نظامی که می‌گوید جسد برادری که دشمن ملت نامیده شده را باید به حال خود رها کرد. در قیاس با زمان خلق نمایشنامه آنتیگونه در یونان باستان، تصادم نظام‌های اخلاقی در جهان موجود بیشتر شده و به نظر می‌رسد بر پیچیدگی وضعیت‌های بشری و معضل‌های اخلاقی هم افزوده شده. آیا چنین وضعیتی ما را به نسبی‌گرایی اخلاقی نمی‌رساند؟ ولی نسبی‌گرایی اخلاقی چیست و اگر اخلاق را نسبی بدانیم در چه وضعیتی خود را خواهیم یافت؟ این بحث را با دو مهمان برنامه در این هفته در میان می‌گذاریم. ابراهیم سلطانی، استاد فلسفه در میشیگان آمریکا، آقای سلطانی مدافع نسبی‌گرایی اخلاقی است و حسین دباغ، او هم استاد فلسفه البته در دوحه. آقای دباغ نسبی‌گرایی اخلاقی رو قابل دفاع فلسفی نمیدونه. خیلی خوش آمدید. آقای سلطانی، به ما بگید نسبی‌گرایی اخلاقی چی میگه؟ نسبی‌گرایی اخلاقی در واقع یک دیدگاه فلسفی درباره صدق و کذب قضاوت‌های اخلاقی و در این حال یک دیدگاه فلسفی درباره در تحلیل اهمیت و عمق اختلافات و تنش‌هایی که ما در حوزه قضاوت‌های اخلاقی داریم. در واقع نسبیت‌گرایی اخلاقی پیشنهاد می‌کنه که ما چندین و چند دیدگاه اخلاقی داریم، به تعبیری مورال اوتلوکس، و این امکان برای ما وجود نداره که از این دیدگاه‌های اخلاقی خارج بشیم، بریم به یه دیدگاه برتر خداگونه‌ای و در واقع بین این دیدگاه‌های اخلاقی داوری مستقل بی‌طرفانه عینی جهان شمول بکنیم. به این ترتیب صدق و کذب قضاوت‌های اخلاقی منوط میشه به همین چارچوب‌ها، منوط میشه به همین دیدگاه‌هایی که در دل سنت‌ها و جوامع مختلف شکل می‌گیرن و صدق و کذب قضاوت‌های اخلاقی به این ترتیب و مبانی و معیارهایی که ما برای توجیه این قضاوت‌های اخلاقی به کار می‌گیریم به هیچ وجه عینی و جهان شمول نیست. این تعریف مقدماتی یک نسبی‌گرایی اخلاقی یا فرا اخلاقی یا نسبی‌گرایی اخلاقی فلسفی. به این ترتیب نسبی‌گرایی دفاع از بی اخلاقی نیست، دفاع از بی عدالتی نیست، دفاع از پوچگرایی نیست. یک نظریه فلسفیه که بنا داره درباره صدق و کذب گزاره‌های اخلاقی اظهار نظر فلسفی بکنه. نکته دومی که مایلم برش تاکید بکنم اینه که این دیدگاه فلسفی الهام میگیره از یه مشاهده تجربی. اون مشاهده تجربی این هست که ما در جهانی که در جهان انسانی اختلاف نظرهای بنیادین و عمیق و گاه رفع ناشدنی در زمینه امور اخلاقی داریم. این اون چیزی که در سنت فلسفی بهش میگن نسبی‌گرایی اخلاقی توصیفی. بیشتر جنبه تجربی داره تا فلسفی. این اختلافات و تنش‌هایی که الهام بخش نسبی‌گرایی فلسفی هست در واقع گاهی اوقات شکل‌های مختلف و متنوعی به خودش می‌گیره. گاهی اوقات این تنش‌ها ناشی از
تنش‌هایی هست که بین منابع ارزش‌گذاری انسان‌ها وجود داره. فیلسوفان اخلاق گفتن که ما منابع مختلفی برای ارزش بخشیدن به زندگی، برای توجیه کردن قضاوت‌های اخلاقیمون داریم. این منابع مثلا هستن وظایفی که ما نسبت به انسان‌های دیگر داریم، وظایفی که ناشی از حقوقی است که ما برای انسان‌ها قائلیم، وظایفی که ناشی از تعهد ما به برنامه‌های شخصی که برای زندگیمون داریم و اهدافی که می‌خوایم محقق بکنیم، وظایفی که ناشی از فوایدیه که بر کنش‌های انسانی ما حاکمه، و وظایفی ناشی از این ایده که بعضی از فعالیت‌های انسانی مثل مثلا تحقیق علمی یا فعالیت هنری در خودشون نوعی ارزش بنیادین دارن. در یه جهان آرمانی ما ممکنه فرض بکنیم که بین همه این ارزش‌های گوناگون برآمده از تمام این منابع مختلف یک هارمونی و هماهنگی آسمانی ایدئال وجود داره، ولی وقتی که شما به جهان واقعی انسانی مراجعه می‌کنید می‌بینید این ارزش‌ها در بسیاری موارد با هم تنش دارن و ناسازگارن. مثلا فرض بفرمایید حق مالکیت که یکی از حقوق انسانی برشمرده میشه در جهان پسا روشنگری میتونه با رفاه اجتماعی در تنش باشه. شما ممکنه مجبور شید حق مالکیت کسانی رو محدود یا سلب بکنید تا این فایده برش مترتب بشه که رفاه اجتماعی باشه. یه نوع پس از تنشی که ما داریم تنش بین ارزش‌هایی که هست که برآمده از منابع مختلف هستن. گاهی اوقات تنش‌ها و اختلاف نظرهای اخلاقی که ما داریم ناشی از دو تا نگرش کلی به جهان اخلاقی و مناسبات اخلاقیه. این دو تا نگرش کلی رو میشه در این دو گروه طبقه بندی کرد، نگرش جمع‌گرایانه و نگرش فردگرایانه. میتونید مثالی بزنید که این تفاوت، این اختلاف رو نشون بده؟ در این نوع دوم تنش که من دارم صحبت میکنم، مثلا فرض کنید که آیا ما موظفیم که به کسانی که نوعی از مرجعیت دارن احترام بذاریم یا باید اونا رو نقد بکنیم؟ احترام به دیگران در یک زندگی اجتماعی میتونه از ارزش‌هایی باشه که بعضی از جوامع و فرهنگ‌ها بهش اولویت میدن بر نگاه نقادانه. بنابراین این میتونه اون گرایش جمع‌گرایانه و فردگرایانه، تنش بین ارزش‌های این دو نوع گرایش رو آشکار بکنه. نوع سومی از تنش‌ها و اختلاف‌هایی که مایلم بهشون اشاره کنم، تنش‌ها و اختلافاتی هست که ناشی از دو نوع فلسفه اخلاق متفاوته. ما می‌دونیم که دو تا مکتب مهم فلسفه اخلاق، مکتب وظیفه‌گرایی کانت و مکتب فایده‌گرایی که بنتام و میل و سایر فیلسوفان اون سنت ازش دفاع کردن، ما این دو تا مکتب فلسفی رو داریم و این دو تا مکتب فلسفی نتونستن به توافق برسن بر اینکه بر کدام معیار یا کدام ارزش معیار یا ارزش بنیادینه. و نوع چهارم و مهم به اصطلاح تنش‌ها و اختلافات، اختلاف نظر افرادی که حتی در یک جامعه و در یک فرهنگ زندگی می‌کنن درباره مهمترین و حادترین پرسش‌های اخلاقی که ما داریم، مثل اینکه آیا سقط جنین، آیا همجنسگرایی، آیا چند همسری، آیا ختنه کردن زنان دختران روا هست یا روا نیست. و ما می‌دونیم که افراد عاقل بالغ آگاهی هستند در هر دو سوی این اردوگاه‌ها که بعضی‌ها از روایی و بعضی از ناروایی دفاع می‌کنند. بسیار خوب. آقای دباغ، چرا این شرح از نسبی‌گرایی اخلاقی رو که توسط آقای سلطانی بیان شد شما قابل دفاع فلسفی نمی‌دونید؟ ببینید، من اول باید اعتراف بکنم که کار سختی دارم اینجا. یعنی نسبی‌گرایی یکی از تئوری‌های اخلاقی است که به راحتی بلخص مردم عادی وقتی که درباره نسبی‌گرایی فکر می‌کنن خیلی راحت به ذهن اونها میچسبه. شمشون در دفاع از نسبی‌گرایی، یعنی حتی مطالعات تجربی هم نشون داده که وقتی شما درباره نسبی‌گرایی صحبت می‌کنید از در واقع افراد عادی به راحتی قبول می‌کنن، یعنی مشکلی برای باور اون ندارن. برای همین من کار پیچیده ای اینجا دارم، به خاطر اینکه بتونم نشون بدم نه، از پس تمام استدلالاتی که آقای دکتر فرمودن ما یک جای رو همچنان میتونیم باز نگه داریم برای یک سری از اصول اخلاقی که به اصطلاح جهان شمول یا عینی باشن. من دو دسته استدلال رو توجه فرمایشات آقای دکتر بعد اینجا ارائه کنم. یه سری استدلال فلسفی است، یه سری استدلالات در واقع تجربی است. این هم بعد بگم که ما وقتی راجع در واقع نسبی‌گرایی توصیفی به تعبیر دکتر صحبت می‌کنیم من هیچ مشکلی باهاش ندارم. یعنی شما فرض بکنید که ما از یک نوع از
کثرت گرایی توصیفی صحبت میکنیم، این که شما برید مطالعه تجربی کنید بگید بله در فرهنگ‌های گوناگون باورهای اخلاقی و اصول اخلاقی گوناگون در واقع نهادینه شده و مردم بهش باور دارن و استفاده میکنن. تا اینجای کار من هیچ مشکلی ندارم، این یه مطالعه تجربی توصیفی است. انسان شناسان انجام میده. زنده بود دقیقاً. اما از اینجا به بعد نسبی گرایان فقط به این حد در واقع قانع نیستن. شما از اینجا یک نتیجه هنجاری میگیرید. میگید پس چون که این همه در واقع باور اخلاقی متفاوت وجود داره، اختلافات فرهنگی هم تو که فرمودن وجود داره، پس نچیم گیریم که اخلاق یک امر نسبی است. من دقیقاً همین اینجاست که در واقع مسئله دارم. همین جاست که وارد وقتی نسبی گرایی هنجاری میشید من این رو نمیتونم بپذیرم. ببینید یکی از اصطلاحات مهم فلسفی هم تو که آقای دکترم گفتن بحث از اختلافاته. اختلافات و بحث از مورال دیساگریمنت که یکی از مهمترین اصطلاحات مهم در واقع برای دفاع از نسبی‌گرایی است. من اگه بتونم به این پاسخ بدم شاید بتونم تا حدی نسبی‌گرایی رو تضعیف کرده باشم. و کل این به نظرم اصطلاحاً روی این مقدمه استوار، از اونجایی که میان فحول فن به تعبیر شما میان حتی فیلسوفان در واقع فن اختلافات در واقع فلسفی وجود داره و هر دوشون راجع به اخلاق صحبت میکنن اما همچنان اختلاف دارن، پس نتیجه میگیریم که چندان هم اخلاق عینی نیست. این یکی از اصطلاحات مهمی است که توسط یکی از فیلسوفان مهم انگلیسی جی ال مکی در واقع ارائه شده. مکی در واقع اعتقادش بود پس ما اصلا فرضمون رو از اخلاق باید عوض بکنیم. چرا فکر بکنیم که اخلاق عینیه؟ از اول فرض کنیم که اخلاق عینی نیست، میبینیم که بله به خاطر همینه که این همه اختلاف وجود داره. ببینید یکی از جواب‌های ساده‌ای که من در ذهنم دارم اول از همه بهش در واقع به این اختلافات بدم، یکی اینکه یک اختلاف امر بسیار طبیعی است. اختلاف میان فحول فن میان در واقع فیلسوفان امر بسیار طبیعی است و این به نظر من چندان استدلال قوی نیست که ما بگیم چون اختلاف وجود داره پس اخلاق عینی نیست. دو، اختلاف میتونه ناشی از اشتباه باشه. امکان داره ما خیلی از عرفات بلخص عموم آدمی ها در واقع عادی وقتی درباره اخلاق سیاست صحبت میکنم اختلاف دارن، به احتمال زیاد خیلی از اوقات به خاطر اینی که باورهای دینی خیلی قوی دارن و به خاطر باورهای دینیشون در واقع قائل نیستن که در واقع اختلافات اخلاقی خودشون رو حل بکنن، به خاطر اینکه اشتباه در واقع منطقی میکنن برای اینکه این اختلافات رو دارن. خیلی از اوقات به خاطر اینکه ما وقتی میگه اشتباه منطقی منظورشون این که از مقدماتی که میچینن به اون نتیجه نمیرسه دقیقاً. بله یعنی اشتباه منطقی میکنن و فکر میکنن که در واقع این اختلاف دارن در صورتی که خیلی از اوقات ندارن. خیلی از اوقات ما در واقع فکت های تجربی رو در واقع در نظر نمیگیریم. خیلی از اوقات این فکت های تجربی که در نظر نگیریم این اختلافات به وجود میاد و باز میان مردم این اتفاق خیلی زیاد میفته. این نوع از در واقع اشکالاتی که در واقع وجود داره برای اینکه اختلافات لزوماً امر اولا بدی نیست، بعدم یک امر طبیعی است که شما به راحتی میتونید اختلافات داشته باشید و اینی که همچنان میتونید اصول اخلاقیتون رو نگه دارید، اصول اخلاقی که به تعبیری عینی باشه. بذارید من یه مثال بزنم شاید بتونم راحت‌تر این نکته خودم رو توضیح بدم. ببینید مثلا اسپیکرهایم به شما میگن که شما اگر یه اصل اخلاقی به من بگید من یک شرایطی رو برای تو تصور خواهم کرد، به تو خواهم گفت که نه اون اصل اخلاقی تو اونجا کار نخواهد کرد و نسبت به سیاقی که تو در واقع معرفی می‌کنی امکان داره اون اصل عوض بشه. فرض کنیم من به شما به سادگی میگم کشتن یک فرد امر بدی است. شما امکان داره من بگین که نه در بعضی از شرایط مثلا شما اگه از خودتون دفاع بکنید و کسی دیگر رو بکشید چندان امر بدی نیست. پس لزوما این اصل همیشه کار نمی‌کنه. ببینید من به راحتی میتونم به شما بگم که ما کافی است که این تبصره‌های اخلاقی رو وارد قاعده اخلاقی خودمون بکنیم و همچنان اصل اخلاقی رو نگه داریم. فرض کنیم من به شما میگم بله من اصل اخلاقی خودم رو در واقع ترمیم می‌کنم، به شما خواهم گفت بله کشتن افراد بد است مگر اینکه در دفاع از شخص خود باشه. خب این اصل اخلاقی من همچنان یک اصل، همچنان یک امر ابجکتیو و جهان شمول میتونه باشه و من نسبی گرا هم نیستم، همچنان میتونم از اصل خودم دفاع بکنم. اما استدلال بعدی من استدلال تجربی است. ما اتفاقا ما خیلی یعنی مطالعات تجربی نشون داده، بخاطر روانشناسان در واقع اخلاق به ما نشون داده که در فرهنگ های گوناگون با وجود اختلافات زیاد اشتراکات زیادی هم وجود داره. یعنی درسته که ما روی اختلافات تمرکز میکنیم اما یه وقت یادمون نره که اتفاقا اشتراکات هم زیاده. خیلی از فرهنگا که یکی از مطالعاتی که در واقع یونسکو انجام داده بود در فرهنگای گوناگون نشون داده بود که بیش از 90% فرهنگا به این قاعده اخلاقی وجود یعنی قائلن که آنچه بر نفس خیش مپسندی نیز بر نفس دیگری نپسند. همین قاعده زرین اخلاقی که اگر چیزی رو برای خودت در واقع بد میدونی برای دیگری هم اون رو بد ندون.
اینو شما میتونید همچنان به عنوان قاعده تقریبا جهان شمول دست کم نگه دارید و یه مطالعه تجربی داره اینو تایید میکنه برای شما. یعنی اگر نسبی گرایان به جهت تجربی به ما نشون میدن که ما اختلافات زیاد داریم، اتفاقا به جهت تجربی میشه نشون داد بله اشتراکات زیادی هم داریم اتفاقا. بله. بسیار خوب. آقای سلطانی جواب چیست؟ عرض کنم که من در واقع دلایلم رو برای دفاع از نسبی گرایی در اون مقدمه عرض نکردم، فقط تلاش کردم توصیف بکنم که نسبی گرایی که ازش صحبت و دفاع میکنم چه معنایی داره و ملهم از چیه. در واقع اون اختلافاتی که شما سعی کردید بهش جواب بدید مقدمه منطقی یا استدلالی در دفاع از نسبی گرایی فلسفی نیستند. فقط ما اگر با این واقعیت در جهان اخلاقی مواجه بشیم که حجم عظیمی از اختلافات بر سر مهمترین موضوعات اخلاقی بین انسان‌ها یا عاملان اخلاقی وجود داره، این ما رو میتونه الهام بخش ما باشه که به نحو جدی‌تری درباره نسبی‌گرایی فلسفی فکر بکنیم و آماده پذیرشش باشیم. البته فرصت زیاد ندارید به اندازه دور پیشین، میتونید به نحو جدی‌تر اون وقت دلایلتون رو بگید. بله، چند تا نکته رو میخوام عرض بکنم. نکته اول این که یکی از دلایل سلبی که نسبی‌گرایان عرضه میکنند این هست که این پرسش رو از عینی‌گرایان اخلاقی میپرسند که اون معیار یا ارزش عینی فرافرهنگی جهان شمولی که شما مدعی دفاع ازش هستید کجاست؟ یعنی اونو عرضه بکنید. فیلسوفان مختلف سعی کردن این کار رو بکنن، موفق نشدن فیلسوفان رقیب خودشون رو قانع بکنن که دارن اصل یا ارزش جهان شمول رو عرضه میکنن. بنابراین یه دلیل سلبیه، یعنی در واقع نسبی‌گرایی در ویرانه‌های عینی‌گرایی که متولد میشه. از فروپاشی این رژیم عینی‌گرایی که رژیم نسبی‌گرایی. همین رو آقای دباغ جواب بدن چون نکته مهمیه. سنجی که شما دارید که بر اساسش بگید که دستگاه‌های اخلاقی متفاوت بر اساسش مقایسه میشن و ارزش گذاری میشن چی هست؟ منظورتون از سنجه چیه؟ یعنی ما داریم یه بحث گفتن. ما یه بحث عقلانی داریم میکنیم طبیعتاً. بله. بحث ما مبتنی بر دلائله، یعنی این که کسی یک آرگومنت یک استدلال بیاره مبتنی بر چه دلیل استواره، و نسبی گرایان تلاش میکنن که در واقع دلایل فیلسوفان اخلاقی که عینی گرا هستن یا واقع گرا هستن در واقع رد کنن، و اتفاقا نگاهشون و استدلالشون یکیشون بر همین اتفاقا بحث از اختلافات در واقع میانه در واقع فیلسوفانه. ببینید سنجه، اگر شما منظور رو سنجه ببخشید من حرف شما رو قطع کردم، ولی تقریبا تمام مدافعین نسبی گرایی فرا اخلاقی و فلسفی اذعان کردند که ما از اختلافات اخلاقی moral disagreements به عنوان دلیل منطقی استفاده نمی کنیم، فقط قرینه الهام بخش. ببینید من باز میگم حالا به عنوان دلیل استفاده نکنن، اگر به عنوان مقدمه بحث به عنوان بک‌گراند یا زمینه بحث استفاده میکنن، اما بالاخره مقدمه رو منحل میکنه. بله بالاخره این مقدمه در واقع مقدمه سنجی نیست دیگه، یعنی در واقع اگه شما منحلش بکنین لزوما به کنار گذاشتن یا رد کردن نتیجه نمیانجام، ولی دست کم تضعیف میکنم اگر به این معنا که من میخوام نشون بدم که منبع الهام بخش رو شما میگیرید از دقیقاً به اون سنجه بپردازید. مسئله من با نسبی گرایی، یعنی حالا باز به فکر نکته که شما فرمودین برسم. ببینید درسته ما اختلافات در واقع اخلاقی بسیار زیادی، بالاخص راجع به کیس های پیچیده اخلاقی مثل سقط جنین، مثل بحثی که در اخلاق پزشکی ما داریم، اختلافات بسیار سنگینه. اما آیا این معنیش اینه که ما هنوز در واقع اصول و قواعد اخلاقی جهان شمول نداریم؟ به نظر من نه، ما همچنان میتونیم داشته باشیم، اما در خیلی از کیس های پیچیده روزمره اختلاف داشته باشیم، به خاطر اینکه شاید شما بگین واقعیت اینقدر پیچیده است که ما نمیتونیم بهش برسیم. اینقدر واقعیت پیچیده است ما نمیتونیم به راحتی نگاه کنیم بهش و بگیم بله واقعیت اینه، برای همین خب اینقدر اختلاف نظر بین ما وجود داره. بعدم در ثانی نکته که وجود داره، این مثال هایی که ما در اخلاق، در بالاخره در سیاست، در پزشکی در واقع ما میاریم که در واقع حالا فیلسوفان اخلاق اختلافات زیادی براش دارن، حالا در حقوق پزشکی امثال اینها داریم، نهایتاً مثال های درجه دومه. اتفاقا همین نسبی گرایان به ما نشون نمیدن، دست کم تا الان، دست کم چیزی که من میدونم، به ما نشون نمیدن که آیا افراد درباره این اصل اخلاقی که کشتن یک طفل بیگناه محضن برای سرگرمی بده است،
آیا اختلاف وجود داره؟ آیا اختلاف وجود داره؟ اجازه بدید من چند تا نکته رو عرض بکنم و به این نکته باز خواهم گشت. اون اشتراکاتی که شما در اولین فرمایشاتتون ازش یاد کردین لزوماً وجود تعدادی از اشتراکات یا پذیرش بعضی موارد ساده اخلاقی به معنای این نیست که شما موفق شدید نسبی گرایی فلسفی رو رد بکنید. چرا؟ یک نکتهش اینه که در اون اگر نسبی گرایان اخلاقی معتقد باشن که چیزی فرای این دلایل مثل فرهنگ، مثل آموزش، عوامل اجتماعی، ذوق، انگیزه های فردی، هیجانات و عواطف فرد، اینا همه در مجموع در قضاوت های اخلاقی دخیل هستند، شما ممکنه به این جنبندی برسین که همه اون چیزی که ما الان تحت عنوان اشتراکات پذیرفته شده اجماعی در فرهنگ‌های مختلف داریم بهش اشاره می‌کنیم ناشی از اون فرهنگ مشترکی هست که پشت ایناست. بذارید یه مثال بزنم. مثلا فرض کنید که 2 قرن قبل، 3 قرن قبل تقریباً اجماع وجود داشت که بردهداری اشکال اخلاقی نداره. تقریبا اجماع وجود داشت که دگر جنس گرایی شکل اخلاقی روابط انسانیه. آینده فرهنگ رو که ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم. درست ما الان در زمانه ای داریم زندگی میکنیم که یک جابجایی مهم در سرمشقهای اخلاقی ما در حال وقوعه و هیچ وقت 2 قرن قبل یا 3 قرن قبل کسی نمیتونست تصور بکنه که استدلال‌های به این قوت ممکنه در دفاع از همجنسگرایی ارائه بشه یا استدلال‌های به این قوت در نقد بردهداری ارائه بشه که نهایتاً به فروپاشی نظام بردهداری بیانجامه. بذارید یک مثالی بزنم آقای سلطانی که برای خیلی از بیننده‌ها این برنامه ملموس‌تره و از نظر اونها قضاوت در موردش میتونه بسیار صریح باشه. ختنه زنان. شما فکر میکنید ختنه زنان رو میشه گفت این در یه فرهنگی رایجه پس ما نمیتونیم در موردش حکم بدیم در شرایطی که دانش پزشکی به ما میگه که این صدمه میزنه مایه عفونت باعث ترومای روحی میشه و این چیزهایی که در علم پزشکی راجع به ختنه زنان گفته میشه این دیگه در واقع ثابت شده کماکان اما شما معتقدید میشه به مردمی که اعتقاد دارن به ختنه زنان گفت که این حکم اخلاقی شماست و من در موردش نمیتونم صحبت کنم بر نفیش نمیتونم استدلالی بیارم دو نکته رو ما داریم با هم در میآمیزیم در این فرمایش شما یکی این که آیا ما هیچ معیار جهان شمول عینی داریم که در این امور قضاوت کنیم دو اگر نداریم آیا امکان قضاوت داریم اینا دو تا به نظرم امر جدا از همه فرد نسبیگرا به نحو سازگاری میتونه ادعا بکنه که چنان معیار فراتاریخی فرافرهنگی عینی و جهان شمولی نداریم که این کارو بکنیم ولی این در سطح فلسفه اخلاق در سطح فرا اخلاق داره چنین اظهار نظر میکنه بعد خودش میتونه برگرده به عنوان یه عامل اخلاقی به دنیای چارچوب های اخلاقی و معیارها و ارزش های اخلاقی که بهش باور داره و شروع کنه به انتقاد کردن از رفتارهای اخلاقی که نمیپسنده بنابراین یه فرد لیبرال که به برابری انسان ها معتقده یه فمینیست که منتقد مرد سالاریه به راحتی در چارچوب ارزش هایی که بهش باور داره میتونه این رفتار اجتماعی تاریخی رو مورد انتقاد قرار بده و نسبیگرایی فرا اخلاقی به عدم امکان قضاوت اخلاقی به این ترتیب نمی انجام من اتفاقا در واقع همینجا مشکل دارم یعنی فکر میکنم نسبیگرایان بر چه اساسی قضاوت میکنن که به تعبیر شما ختنه زنان یا خیلی از اتفاقات دیگه ممکنه بد باشه توماس هابز که از فیلسوفان انگلیسی بد نباشه توماس هابز که فیلسوفان انگلیسی نکته خیلی جالبه میگه که میگه نسبی گرایی تقریبا ما رو با یک جامعه مواجه خواهد کرد که یک جامعه وحشتناک خواهد بود من این باور او رو واقعا میپذیرم یعنی گمان میکنم تصور میکنم که یک جامعه که هر کسی با خودش فکر کنه که اصول اخلاقی مبتنی بر ذوق منه اصول اخلاقی مثل چیزی که مردم بیان رأی بدن بهش فرض کنید توی جامعه کسی به رأی گذاشته بشه اصول اخلاقی بیاد میگن برای در جامعه ما مبتنی بر فرهنگی که ما داشتیم این اصل اخلاقی احیانا باید کاربرد داشته باشه و جاری باشه احیانا خب من فکر میکنم خیلی واضحه که در واقع نتیجه این امر نتیجه خیلی وحشتناکی خواهد بود برای یک جامعه اما
من یعنی با من این است که آقای سلطانی چنین نمیگن. من دقیقاً نکتهش اینه که نسبیان نمیگن همچی چیزی، ولی به نظر من بهش دوچار میشن. چرا؟ درسته که نمیگن. به خاطر دلیلی؟ بر چه اساسی نقد بر اساس میکنه؟ چارچوب ها و ارزش هایی که بهش خب باور دارن. همه سوال اینه که چارچوب ها از کجا میاد؟ اگه چارچوب های عینی نداری سنتی که آخه فقدان ارزش های عینی و معیار های عینی به معنای فقدان معیار و ارزش که نیست. نه زنده با شما فرمودین یعنی در واقع بر اساس سنتشون میگن. امکان داره یه سنتی عوض بشه برای سنت دیگه ای پایدار باشه و ممکن همین حرف تغییر سنت یعنی تغییر سنت ها مثل رأی دادن به یه امر نیست. سنت ها پایه‌دارن، ریشه دارن، تاریخی ان، آرام متحول خب اگر من الان همین سخن آقای کریمی رو بگم شما سنت ریشه داری در جایی وجود داره که ختنه زنان درسته؟ بله. شما چه جوری نقد میکنید؟ من بر اساس اون سنت ریشه داری که به برابری زن و مرد قائله، بر اساس یافته هایی که بهشون باور دارم شروع میکنم به نقد. یعنی در مقام آخه شما سنت خودتون داری صحبت میکنید، بعد من شما میگم من به سنت شما اصلا اعتقاد ندارم. بله، شما از یک روایتی دارید صحبت میکنید که من به اون روایت متعلق نکته دیگری اینه که تو سطح بحث به نظرم باید تمایز قائل بشیم. سطح فلسفی بحث که فرد اون مدعای نسبی گرایانه رو درباره موقعیت قضاوت‌های اخلاقی عرضه می‌کنه و سطح فاعل اخلاقی که داره نقد می‌کنه دیدگاه اخلاقی رقیب. ولی آقای سلطانی در نهایت به اونجا میانجامه این شرحی که شما می‌دید، این توصیفی که می‌کنید که بین نسبی گرای اخلاقی و کسی که نسبی گرا نیست ممکنه عملا تفاوتی وجود نداشته باشه در نقد مثلا ختنه زنان. تفاوت‌ها چشمگیر اتفاقاً آقای کریمی عزیز و نقل قولی که شما فرمودید که فضا بسیار وحشتناک خواهد شد اگر نسبی گرایی گسترش پیدا کنه، من میخوام بگم اتفاقا فضا ممکن خیلی مطبوع بشه اگر نسبی گرایی گسترش پیدا کنه. الان توضیح میدم چرا. اولا که اگر نسبی گرایی گسترش پیدا، نسبی گرایی اخلاقی گسترش پیدا کنه، افراد ممکنه که تمایل بیشتری به فهمیدن دیدگاه طرف مقابل داشته باشن، چون معتقدن که در سطح فلسفه اخلاق من جایگاه خداگونه ندارم، من امکان اینو ندارم که یه معیار جهان شمول فراتاریخی داشته باشم که همه رو مورد انتقاد قرار بدم. دیدگاه اخلاقی منم یه دیدگاه در بین البته من برای خودم دلایلی دارم که دیدگاه خودم رو برتر بدونم، ولی ادعای عینیت و جهان شمول بودن نمی‌کنم. بنابراین ممکنه کمک بکنه به فهم بهتر، ممکنه کمک بکنه به تسامح بیشتر. یعنی یکی از دلایل عمده‌ای که نسبی گرایان در دفاع از دیدگاه خودشون عرضه کردن همینه که تسامح بیشتر میافتن. و من میخوام بگم که مطالعات تجربی وجود داره که نشون میده که افراد عینی گرا در مقام قضاوت کردن درباره دیگران بسیار سریعتر و شدیدترن تا افراد نسبی گرا، بنابراین تسامح میتونه نتیجهش باشه. واقعیت اینه که تاریخ بشر ما میگه که به نام جهان شمولی اخلاقی که خیلی از دستگاه های فکری از جمله ادیان ازش استفاده کردن چه جنایاتی که نشده. من باوری اصلا یعنی اصلا اگر شما راجع به جهان شمولی، یعنی جهان شمول بودنی که در ادیان هست اگر من سوال کنید، من بهش میگم اصلا با اون کاری من ندارم واقعا. ببینید نکته که آیت که سلطانی فرمود کاملا درسته، یعنی نسبی گرایی امکان داره این راه رو باز بکنه، برای این فضا رو گشوده میکنه برای اینکه دیگران اظهار نظر بکنن. اما من سوالم اینه مگه جهان شمول بودن، مگه قائل به اخلاق عینی بودن این کارو نمیکنه؟ وقتی که آیدو که سلطانی میگن که اخلاق خداگونه، من گمان میکنم فرض ایشون از جهان شمول گرای عینی گرای اینه که کسانی که قائل به اخلاق عینی هستن قائل به یک سری اصول اخلاقی هستن که خطا درش راه نداره. اصلا چنین چیزی نیست. شما امکان داره همچنان قائل به اخلاق عینی باشید، قائل به اصول جهان شمول باشید و خطا داشته باشید. اگه خطا داشته باشید دیگه نکته که شما بگید که در ادیان هست کاملا کنار میره. یعنی امکان خطا که شما در اخلاق بازنگر دارید این کاملا راه رو باز میکنه برای اینکه شما گشوده باشید، حرف بزنید. مثل نکته که شما خودتون فرمودین راجع به نسبی گرایی، و این هر دو در واقع نکته ایست که هم اخلاق عینی میتونه داشته باشه هم اخلاق نسبی گرایی داشته باشه. اما من گمان میکنم اخلاق عینی قوت بیشتری داره. شما فضای در واقع جامعه شما فضای بهتری است نسبت به اون وحشتناک بودنی که من به نظرم هابز داره تصویر میکنه یک جامعه انگلستان و بعد از در واقع جنگ داخلی. اون میگه ناشی از این نسبی گرایی است. به نظر من این نسبی گرایی در واقع میتونه در واقع خیلی دهشتناک باشه برای ما و میتونه اخلاق عینی با خطاکار بودنش، با خطاکار دونستنش، شما میتونید در واقع این رو کنار بذارید. مشکل رو آقای دباغ از جامعه‌ای که اخلاق عینی رو کنار گذاشته میکنه ما رو حتما به اینجا میرسونه که از شما بپرسیم که فکر میکنید چاره کار چیه؟ اگر اخلاق عینی کنار گذاشته بشه چی باید به عنوان مکانیزم عمل کنه که اون سرنوشتی که هابز
تصویر کرده بهش دوچار نشه. هابز اگر چنین قضاوتی کرده در مورد زمانه خودش، خیلی بها بخشیده به دیدگاه‌های فلسفی. من به نظرم جامعه‌ای که درگیر جنگ داخلیه، جامعه‌ای که از ناامنی رنج می‌بره، تحت تاثیر ساختارهای بسیار پیچیده است که در اون وضعیت وجود داره. شما نمیتونید تحولات فلسفی رو به این راحتی وصل بکنید به موقعیت‌های ناهنجار اجتماعی. از این جهت من خیلی ساختارگراتر از اون تحلیلی هستم که شما فرمودید. یه نکته دیگر رو هم من عرض بکنم در باب مقایسه پیامدهای اجتماعی سیاسی نسبیگرایی و عینیگرایی اخلاقی. اون نکته هم این هست که، و برمیگردم الان به موقعیت جامعه‌ای مثل جامعه ایران کنونی، در جامعه‌ای که همونطور که شما فرمودید یه سنت طولانی جزمیگرایی، ادعاهای جهان شمول، ادعای عینیت، ادعای برتری مطلق وجود داره، اتفاقا صرف نظر از استدلال‌های فلسفی، وقتی که ما در مورد سیاست و فلسفه صحبت می‌کنیم، رواج دادن نسبیگرایی اخلاقی در واقع یه جور مقاومت به نظر من سیاسی مدنیه در مقابل دیدگاهی که میخواد دائما با ترویج عینی‌گرایی و جهان شمولگرایی منکوب بکنه و سرکوب بکنه شهروندان خودش رو و رقبای فرهنگی خودش رو. بنابراین به نظرم میاد که اگر ما عینی‌گرایی اخلاقی رو نقد بکنیم و کنار بگذاریم و جاش نسبیگرایی اخلاقی رو ترویج بکنیم، اتفاقا نه فقط به سمت جنگ داخلی و ناامنی نمیریم، بلکه داریم نظامی رو که سرکوب میکنه شهروندان خودش مورد انتقاد فلسفی. سلطانی، من با کسی که الان در ایران زندگی میکنه صحبت میکردم که میگفت اتفاقا در واکنش به اون نوع عینی‌گرایی یا جهان شمولی اخلاقی که نظام حاکم تبلیغ کرده در طی این 30-40 سال، یک نسبی‌گرایی بی حد و حصری در میان نسلی رایج شده که فکر میکنن هر چیزی جایزه. این خطر هم هست دیگه. هر چیزی جایزه اتفاقا شکل افراطی و غیر قابل دفاع نسبی‌گرایی. یک وظیفه‌ای که یک فیلسوف اخلاق میتونه داشته باشه اینه که اگر چنین اتفاقی افتاد در واکنش به یه نظام سیاسی جزمگرا و جهان شمولگرا، شکل متعادلتر و پذیرفتنی‌تر نسبی‌گرایی رو ترویج بکنه و ازش دفاع بکنه. من اجازه دارم نکته شما رو بس بدم آقای دکتر، و همین نسبی‌گرایی اتفاقا من ببرم در یک اسکیل خیلی بالاتری و فرض کنم یک حکومت نسبی‌گراست، مثل حکومت ایران. شما فرمودین در واقع از ایران سخن میگید. ببینید، من اتفاقا فکر میکنم این نسبی‌گرا بودن حکومت خیلی دردناک میتونه باشه، چون شما هر موقع یک رنگ میتونید بگیرید و شهروندان شما نمیتونن بفهمن که شما در چه موقعیتی قرار دارید و میتونه خیلی خطرخیز باشه. ببینید، یکی از بحثایی که در ایران کنونی ما هستش، حتما شما مطلع هستید، بحث حقوق بشر اسلامیه. این مثلا که از نمونه های خیلی بارز بحث از نسبی‌گرایی اخلاقی است در ایران ما، که هر کاری شما بکنید بگید بله این مطابق با نوعی از برداشت و خانش من از حقوق بشر، حالا یه عنوان اسلامی متصف به صفت اسلامیش کنید، حالا هر صفتی، و بگید بله اون حقوق بشر غربی رو من کار ندارم، حقوق بشر خودم رو دارم و اون چیزی که من فکر میکنم درسته، چرا من باید به فرهنگ دیگری متصل باشم؟ این خیلی میتونه دهشتناک باشه، همونطور که ما در جامعه ایران میبینیم. یعنی در جامعه ایرانی، حکومت ایرانی به شما میگه که من خانش خودم رو دارم، به تعبیری که نلسون گودمن راجع به در واقع آرت، راجع به هنر میگه، میگه شما برداشتتون از این عالم، از واقعیت خود شما، این شما اگر همین رو در اخلاق تسری بدید، به نظر من میتونه خیلی وحشتناک باشه. و اتفاقا جامعه ایران همین گونه هست، یعنی به نفع تجربی ما میتونیم یه مثال براش بیاریم. اتفاقا ما وقتی که درباره نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، درباره نظام نسبیگرا صحبت نمیکنیم، درباره نظام اقتدارگرا صحبت میکنیم که از هر ابزار فرهنگی میتونه سوء استفاده بکنه برای اینکه خواستهای سیاسی خودش رو پیش ببره. بنابراین اینکه نظام جمهوری اسلامی چه جوری رفتار میکنه، اینکه نظام جمهوری اسلامی تعبیر حقوق بشر اسلامی رو به کار میبره، اینکه نظام جمهوری اسلامی ممکنه به نحوی آیرونیک و طنزآمیز و طعن‌آمیز از ایده های پست مدرن استفاده بکنه، سوء استفاده یه نظام اقتدارگرا از ایده هایی که در جامعه پخشه، نه استفاده درست از نسبی‌گرایی. از جهت نقادی، فرد عینیت‌گرا و فرد نسبیت‌گرا فرق نمی کنن، هر دو به ارزش هاشون متمسک و متوسل میشن تا نقد. ولی یه نکته هست دکتر،
اگر یه اینیگه را نقد میکنه بر چه اساسی نقد میکنه؟ ببینید شما این نکته اتفاقا در نقد اینیگه را گفتیم، من الان فکر کنم بحث نکته یعنی جای خوبی که من پاسخ بدم، شما گفتیم ببینید من وقتی راجع به اشتراکات فرهنگی صحبت میکنم اینا فقط یه نمونه از اشتراکاتی است که احیانا امکان داره کسی در واقع در این مطالعه پیدا کرده باشه، لزوما در نقد نسبی گرایی نمیشه استفاده کرد ازش. ببینید من اتفاقا این نکته رو میخوام اینجا همینجا ازش استفاده کنم. گفت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت، یه چیزی بوده که این همه فرهنگ های مختلف ما میبینیم که ازش داره این اصول اخلاقی جهان شمول در میاد. حتما یه چیزی بوده، ولی آیا دقیقا. این چیز عینی و جهان شموله؟ خب نه، دست کم شما اون یه قدم تازه است که شما باید برداره. حتی شما فرض هم نکنید که در واقع عینی و جهان شموله، اما این میتونه تضعیف کنه نسبی گرایی. یعنی من وقتی نقد میکنم من پای خودم رو بر روی یک شانه میذارم، میگم خیلی خوب این فرهنگ های گوناگون که آدم حتی دلیل تجربی هم براش دارم اگر الان وقت کنم به شما خدمتتون عرض میکنم که چرا در واقع این فرهنگ های گوناگون اینجوری شدن، من پام رو بر روی اون شونه اون دلایل تجربی میذارم، میگم خیلی خوب من این دلایل تجربی رو دارم و چون این دلایل تجربی دارم میتونم نقد بکنم، میتونم بگم توی نسبی گرا، توی حکومت نسبی گرا، توی که استدلال داری غلط به خاطر اینکه ما این فرهنگ رو داریم و حالا اینجا الان استدلال تجربی رو عرضه میکنم و اون فرهنگ ما از یک تکامل ما اومده، تکامل ما آدمیان یعنی مغز ما و بدن ما. من این نکته رو خیلی کوتاه میگم چون خیلی بحث پیچیده است. کسانی که در علوم شناختی کار میکنن در حوزه اخلاق این نکته خیلی خوب ما میگن، میگن این مفاهیم اخلاقی ما که در اصول اخلاقی ما جاری شده برآمده از یک نوع از تکامل ماست که ضروری بوده برای ما و اینا به تعبیر اونها بدنمند این مفاهیم. ما آدمیان از اونجا که بدنهای مشترک داریم تقریبا اشتراکات زیاد داریم، به همین سبب هست که خیلی از این مفاهیم خیلی از این اصول در واقع مشترک بین ما و خب من فکر میکنم این اشتراک بین ما که یه دلیل تجربی براش میشه باشه. خیلی از این اصطلاح ها رو کسانی میکنن که میشه زیست شناس تکاملی نامیدش. زنده بود بله. یعنی خود کسانی زیست... که نسبی گرا هستن. بله. بله. زیست شناسان میگن اون چه که ما الان یک ارزش اخلاقی مینامیم این در واقع یک ضرورتی برای حفظ حیات حیات گونه پشتش بوده. بله بله. و این اصطلاحیه برای اینکه شما عینی‌گران نباشید دیگه آقای دباغ. نه شما اگه همین رو بگید که اتفاقا یک ارزشی بین ما بوده برای بقا و این ارزش بقایی چیزی که در ذهن ما بوده و مغز ما با این ارزش بقایی در واقع تکامل پیدا کرده، شما نگاه میکنه در واقع در این روانشناسی تکاملی این رو به ما میگه که تو اون ارزش ابقایی که ما بهش قائل بودیم و همش اون رو هی تمرین و تکرار کردیم، یه سری اصول اخلاقی اصلا همینجوری تولید شده بدون که ما میخواستیم، اصلا بدون که بخوایم اصلا تولید شده بین ما. یه چیزی سود داشته برای گونه انسانی و از دل این سودمندی ترین اصلی که در واقع در اخلاق طبقا میتونم بگم بی طبقا شاید بتونم به صراحت بگم که تمام فلسفه اخلاق بر روی این اصل استوار شده، اصلی است که از یک تکامل اومده که شما به دیگری نباید ضرر و زیان برسونید. یعنی این یه اصلی است که ما اسمش رو در اخلاق آلتروئیسم یا دیگرخواهی می‌ذاریم. چون شما می‌تونید بگین اصل اصل تقریبا جهان شمول میانه همه فلاسفه اخلاق. فیلسوفان اخلاقی هستند که نسبی گرا هستند و اتفاقا به همچین شواهدی متوسل میشن برای اینکه قیدهایی بزنن بر تنوع دیدگاه‌های اخلاقی. دعوای نسبی گرایی و عینی گرایی بر این هست که بر این استوار نیست که حول و حوش این نکته نیست که چه تعداد و با چه گستره ای ما اشتراک یا اختلاف داریم، درباره این هست که آیا ما صدق و کذب عینی جهان شمول داریم یا نداریم. و عینی گرا میگه داریم. هستند نسبی گرایانی مثل دیوید وونگ که در واقع پیشنهاد میکنن که ما تنوع داریم در دیدگاه‌های اخلاقی، این تنوع اما محدود نمیتونه بی‌نهایت باشه و محدودیت‌هاش ناشی از قیودیه که شبیه قیودی که بنابراین اشاره به ویژگی‌های جسمانی یا تکاملی ما لزوماً نافی باور به نسبی‌گرایانی نیست. هستند نسبی‌گرایانی که چنین باوری دارن. اینجا که چنین گفتید فکر کنم زمان خوبی برای اینکه ببینیم در یه طیفی که نسبیگرای حداقلی و حداکثری رو در قطب دو قطبش می‌بینیم، حداقلیون چی میگن و حداکثری‌ها چی میگن، میتونید به ما بگید؟ بله بله، من میتونم سه گروه رو از هم دیگه تفکیک بکنم خیلی کوتاه. بعد ببینیم بخصوص اون حداقلی‌ها رو آقای دباغ چطور نقد میکنه، چون برداشتم اینه که حداکثری‌ها رو ایشون با جدیت نقد میکنه. نسبیگرای حداقلی پیشنهاد خواهد کرد که ما تنوع دیدگاه‌های اخلاقی داریم، اما این تنوع نمیتونه بی‌نهایت باشه، برای این دیدگاه‌های اخلاقی قیودی وجود داره که تعداد اینها رو محدود می‌کنه. ولی وجه نسبی‌گرایانه چنین فردی اینه که باز ما راهی برای
قضاوت جهان شمول اینی بین اینا ند. این میشه حداقلی. اون میانه ما کسانی رو داریم که نسبیگرا هستن و معتقدن که برای بسیاری از پرسش‌های اخلاقی ما هیچ پاسخ عینی جهان شمولی نداریم و نسبیگرای افراطی یا حد اکثری پیشنهاد افراطی رو به کار بهتر نبرم چون درش بار اخلاق نسبیگرای حد اکثری پیشنهاد خواهد کرد بار اخلاقی داره بار حجر کردید بله نسبیگرای حد اکثری در واقع پیشنهاد خواهد کرد که برای هیچ پرسش اخلاقی ما پاسخ عینی و جهان شمول شما خودتون رو جزء کدوم گروه من در میانه هستم خب. من متوجه نمیشم که چرا نسبیگرای حداقلی اصلا اسمش رو نسبیگرا میذاره یعنی این نوع تصوری که شما نمیتونیم قضاوت عینی بکنیم فیلسوفان عینی‌گرا مهمترینش دیوید راس یکی از مهمترین فیلسوفان نسبیگرا که اتفاق عینی‌گرا که معتقد به کثرت در واقع قوانین اخلاقی اصول اخلاقی است و اون معتقد بله میان این در واقع کثرت در واقع اصول اختلاف میفته و طبیعی است که این اختلاف ما یک نسبیگرایی عبور از کثرت کثرت ما آغازه نسبیگرایی میگه ما امکان داوری عینی و جهان شمول نداریم دقیقاً نکته همینه دیوید راس هم به شما میگه ما امکان قضاوت نداریم خب ایشون پس خیلی نزدیک شده به نسبیگرایان حد اقلی اما نکته اینه که راس و خیلی از عینی‌گرایان میگن همین که ما یک سری اصول عینی داریم در ابتدای امر همین که ما اینا رو میتونیم حالا شو از جهت تجربی چه به جهت عقلی شما اینا رو باز بشناسین و بگین همین اصول برای ما هست اما میان اصول اختلاف میفته و شما قضاوت عینی در آخر ندارید یعنی دیوید راس در کتاب خودش یه جا اتفاقا از ارسطو کوت میاره و میگه به نظر من وقتی که اختلاف میفته فقط یک نوع قضاوت ادراکی حسی شماست که اون موقع در واقع باید انجام بدید این مثال معروفی که در واقع از سارت نقل میکنه که کسی پیش اون اومد و گفتش که من مادر مریضی دارم از طرف دیگه بعد برای فرانسه برم و بجنگم و قضاوت اخلاقی تو چیه و راست به او گفت باز میخوام سارت به او گفتش که خودت میدونی من به نظر من درسته یعنی این نسبیگرا این فرد نیست لزوما شما همین که تشخیص میدید یک سری اصول داره یعنی اصول وفاداری به وطن اصول وفاداری به مادر همین میزان برای عینی‌گرا کافی است بعد میان اینها اختلاف میفته بله اختلاف میفته ولی این نافی عینی‌گرایی نیست نسبیگرای حداقلی در واقع از مرحله کثرت ارزش‌ها فراتر میره و به اونجایی نزدیک میشه که برلین اسمش رو کثرت‌گرایی ارزش‌ها یا ولیو پلورالیسم میذاره دیوید وون بهش میگه ابهام اخلاقی و توضیح میده که منظورش از این ابهام اخلاقی چیه ابهام اخلاقی اونجاییه که تکافوی ادله وجود داره یعنی طرفین یه پرسش اخلاقی تمام ادله عقلانیشون رو اقامه کردن و نتونستن طرف مقابل رو قانع بکنن اما یک قدم اون وقتی که ادله اراقه شد فرد با خودش تأمل میکنه که در دیدگاه مقابل چه بصیرت هایی هست یعنی اینجوری نیست که منکوب و ادلهشو بیاره و بگه که من ابدا تو رو قبول ندارم میگه من حالا دارم یواش یواش درک میکنم که چه بصیرت هایی در دیدگاه رقیب وجود داره یک نکته دوم این که با توجه به این بصیرت ها و با توجه به ادله قوی البته غیر عینی غیر جهان شمولی که طرف مقابل داره عرضه میکنه چه بسا من هم بر حق نباشم بله. یعنی این دوتا میاد وارد نسبیگرایی زمینه تفهیم و تفاهم رو فراهم میاره ولی اون سوالی که من پیش از این پرسیدم در میانه این بحث که کسی که از نظر نظری میخواد ببینه که شما جای عینی‌گرای اخلاقی چی میگذارید که نسبی‌گرای اخلاقی ولی نسبی‌گرای اخلاقی خود شما میپذیرید که در واقع به فرهنگ‌های مختلف که رجوع میکنه به اینها حق میده چنین باشن و چنان باشن ممکنه نقد کنه ولی در هر حال این نقدش چندان جانانه نخواهد چرا شما چرا فکر میکنید نقد عینی‌گرایی جانانه است عینی‌گرایان چیکار میکنن یه مجموعه از اصول دارن یه مجموعه از ارزش ها دارن بر مبنای اونها مقدمه نتیجه خب و نقد میکنن حالا اگر هم جانانه است اون نقد بر چه اساسیه بر این اساسه که مثلا شما اگه ختنه میکنید این صدمه میزنه به دختران بر اساس خب یه مجموعه پیچیده ای از ارزش ها و یافته ها چی هستن اون ارزش ها اگر مثلا همین برابری زن و مرد میتونه یه ارزشی باشه برابری همه انسان ها برابری ارزش انسان خودش یک اصل اخلاقی نیست یا ارزش اخلاقی بله یا ارزش اصل عینی اخلاقی نیست بین اینکه یه اصل اخلاقی و یه اصل عینی جهان شمول فاصله وجود داره یه ارزش اخلاقی فاصله هست آقای دباغ برای من به نظر من نه نیستش یعنی شما این اصل اخلاقی رو از کجا آوردید یعنی شاید هم یکم راجع به عینی گرایی بعد یعنی با هم شاید اختلاف نظر سر مسئله عینیه من میگم این اصل اخلاقی که شما در واقع بهش در واقع دارید رجوع میدید این اصل اخلاقی که شما حتی به جهت تاریخی هم اگه بهش نگاه کنید شاید شما بگید ما از تاریخ از دلمون از دل سنت ما رو کشیدیم بیرون من باز بهش میگم این اصل عینی
یعنی میگم یه چیزی بوده که در واقع در تاریخ ما اینقدر در واقع روش پیدا کرده، هی به ما رسیده از سنت های سنت دیگه. نابرابری هم خیلی پدیده رایجی بله درسته، تاریخ نابرابری بین انسان و باور به نابرابری اگه طولانی تر از باور به برابری نباشه، کوتاه تر از باور به برابری. و من اینکه عینی‌گرا هستم برام خیلی راحت پاسخ دادن به این سوال. برای من مشخصه که برابری یک ارزش اخلاقیه و من میگم برای همین بوده چون یه ارزش اخلاقی گرا هستین براتون راحت، نه چون من عینی گرا هستم، میگم برای همین بوده که پس توی تاریخ برابری اینقدر اتفاقا نابرابری هم در پس توی تاریخ همیشه اشتباه بوده. نه اشتباه، اینکه شما قضاوت اخلاقی شماست، قضاوت فلسفی شما نیست. یک سوالو شما آقای دباغ جواب ندادید، اونم این که این شکل طرح قضیه گفتن این که ختنه دختران به این دلیل خطاست و در این حال فهم این که چرا رایج شده در اون فرهنگ و در این حال گفتن این که محکوم کردن ختنه دختران با این فرض با این پشتوانه فکری، این به تفهیم و تفاهم منجر میشه، در صورتی که عینی گرایان اخلاقی هم کمتر اعتنا دارن هم پیامد دیدگاهشون اینقدر تفهیم و تفاهم. به چی کمتر اعتنا دارن؟ به اینکه این تفهیم و تفاهم بین در واقع اون سنتی که در واقع اینجا رایج شده. ببینید فراموش نکنیم که بخش زیادی از اون چه که دخالت‌های بشر دوستانه نامیده میشه تحت عنوان عینی‌گرایی اخلاقی انجام شده. درست. واقعیت کاملا درسته. ببین من عرض کردم خدمتتون بحث خطاپذیری رو من خیلی مهم می‌دونم اینجا. این یک نکته مهم، یعنی بله به قول شما در بحث های در واقع همین دخالت بشر دوستانه خیلی از در واقع نظریه های اخلاقی که عینی گرا هست در واقع دفاع میکنن ازش دفاع میکنن که به نتایج فاجعه باری هم در واقع ختم شده و خب طبیعی است که در واقع این نتایج شما میتونید نقد بکنید و بگید خطا بوده، اما همه اهمیت اینه که شما بر چه اساسی نقد میکنید، بر اساس اصول جهان شمولی که دارید. این مسئله تفهم تفاهم، من خدمت شما نکته رو بگم. ببینید ما وقتی راجع به عینی گرایی حرف میزنیم اصلا معنیش نیستش که قضاوت های اخلاقی ما نسبی نیست. این نکته مهمه، یعنی ببینید من نسبت به اینکه الان چرخه قندی و نمیدونم احیانا مثلا لذت سرتونین یا مثلا هورمونای بدن من یا مغز من بالا تا پایین تر بره، مطالعات گوناگون نشون داده که به احتمال قضاوت اخلاقی متفاوت خواهد بود. بسیار خیلی واضح نشون داده که من نسبت به اینکه به دیگران احساس بهتری دارم، باشون همکاری میکنم، همیاری میکنم، کاملا عوض میشه. اما این معنیش اینه که اخلاق نسبیه؟ به هیچ عنوان. به باور من اولا اینکه هنوز مطالعه تجربه ما نشون ندادن که اصول اخلاقی که من اونها رو اصول اخلاقی بدیهی و جهان شمول میدونم آیا با بالا پایین رفتن سروتونین یا احیانا هورمون های مختلف بدن ما آیا نظر ما به اونها عوض میشه. من اگه به شما بگم که کشتن یک فرد بیگناه محضن برای سرگرمی بد است و در یک سیاقی از یک کسی با توجه به توی اکسپریمنت مختلفی که من دارم بپرسم که خیلی خب حالا نظر تو به این گزاره عوض میشه، ما همچی کاری نکردیم تا حالا، ما نمیتونیم بپرسیم. این چیزی که آقای دکتر دباغ میفرمایند ذهنیت گرایی اخلاقی نه نسبیت گرایی اخلاقی. ذهنی گرایی اخلاقی در واقع نوعی از نسبی گرایی اخلاقی نخیر دقیقاً فیر نسبی گرایان اخلاقی تمام تلاششون اینه که خودشون از دو گروه جدا بکنن، از ذهنی گرایان اخلاقی و از عینی گرایان. ذهنی گرایی اخلاقی واحد تصمیم گیری اخلاقی رو فرد میدونه، فردی که میتونه تحت تاثیر فیزیولوژیش باشه، ولی نسبی گرایان اخلاقی به واحدهای بزرگتری مثل اجتماع، مثل فرهنگ ارجاع میدن صدق و کذب قضاوت های اخلاقی. چون به راحتی میتونه نسبی گرا باشید و اون نسبیت رو به سابجکت به خود فرد بده. میتونید ولی نسبیگرا نمیخوان اونجا برن. خب نمیدونم یک نوع نسبیگرایی بلاخره. نه نسبیگرا نیست، اون ذهنی گرایی اخلاقیه. نسبیگرایان خودشون رو جدا میکنند از ذهنی گرا، چون دارن میگن که نوعی از صدق و کذب گزاره های اخلاقی وجود داره، منتها این صدق و کذب ارجاع داده میشه به چارچوب اخلاقی، نه به فیزیولوژی. بله نه نسبیگرایان. بله یه سوال میخوام پیش از پایان برنامه بپرسم. سوال نسبیگرایی اخلاقی یا بحث نسبیگرایی اخلاقی قدمت دیرین داره در فلسفه، از پیش از ارسطو و افلاطون بوده. آیا این سوال الان اهمیتش بیشتر شده یا نمیشه گفت و جامعه انسانی چنین مخمسه های اخلاقی داشتن و کماکان خواهند داشت و اون چه که به نظر ما پیچیدگی میاد در واقع ظواهر قضیه است؟ من هیچ راهی ندارم که به این سوال جواب بدم که آیا اهمیتش بیشتر شده یا نه، ولی میتونم به این سوال جواب ولی میتونم توضیح بدم که به چه معنا در دوران جدید یا عصر پساروشنگری در واقع گرایش به نسبیگرایی اخلاقی گسترش بیشتری پیدا کرده، نه لزوما اهمیت بیشتری. گسترش بیشتر پیدا کرده برای اینکه
به صورت تاریخی یکی از پشتوانه‌های مهم عینی‌گرایی اخلاقی متافیزیک دینی بوده. افول متافیزیک دینی در واقع زمینه رو فراهم کرده برای اینکه افراد فکر بکنن درباره معیارها و ارزش‌هایی که لزوماً پشتوانه دینی ندارن. نکته اول. نکته دوم این که در واقع پروژه روشنگری که کانت و فیلسوفان فایده‌گرا و سایر فیلسوفان اخلاق دنبالش بودن این بوده که همین مبانی در واقع سکولار نظام‌ها و ارزش‌های اخلاقی رو پیدا بکنن و عرضه بکنن که موفق نشدن چنین نظام جهان شمولی و تجربه هایی مثل تجربه استعمار، تجربه جنگ جهانی دوم و اول در قرن بیستم و اموری از این قبیل همه کمک کرده به گسترش. آقای دباغ، اون سوالی که از آقای سلطانی پرسیدم رو شاید بهتر بود اینجوری عبارت بندی کنم که آیا موقعیت های انسانی پیچیده تر نشدن و به همین دلیل نسبیگرایی اهمیتش بیشتر نشده در حوزه اخلاق؟ مثلا مثالی که در مقدمه زدم آنتیگونه که آیا جسد برادرش رو برداره دفن و سوگواری کنه یا نه، به حکم شاه کریان پاسخ مثبت بده و جسد برادرش رو رها نگه داره در بیابان، الان تا حدی دیگه ساده به نظر میاد، هرچند یک مثال کلاسیکه، برای اینکه انسان امروزی بر اساس حقوق بشر میگه البته باید این جسد رو برداشت. حتی دشمن هم خواهد گفت اجازه میدم این جسد رو برداری، برای همینی که الان ما کنوانسیون های اونچنانی مثل ژنو داریم در جنگ ها ساری و جاری است تا حد ممکن. ولی مثال ها پیچیده‌تر شده، پیشتر از اونچه که در آنتیگونه میبینیم. آیا این پیچیده‌تر شدن مناسبات انسانی رو نشون نمیده و هرچی این مناسبات پیچیده‌تر باشه امکان قضاوت سخت‌تر میشه و اون وقت نسبی‌گرایی میدونم میگید صحیح‌تر نمیشه، ضرورتاً قابل دفاع‌تر میشه، ولی نسبی‌گرایی حداقل بارزتر میشه و حضور خودش رو سنگین‌تر نشون میده. دقیقاً همون نکته است که من اول عرایزم گفتم خدمتتون که به نظر خیلی واضح میاد نسبی‌گرایی. بله، من با شما تا این حد موافقم که درک ما از آدمی بسیار بیشتر شده، بلاخص اینکه ما فیزیولوژی آدمی، مغز آدمی رو بیشتر دونستیم، الان ازش خبر گرفتیم، تکنولوژی ما کمک کرده. طبیعیه که هر چقدر دانش ما بیشتر بشه به احتمال زیاد قضاوت اخلاقی ما پیچیده‌تر میشه. یعنی همین که شما سخت‌تر، یعنی که شما الان بدونید بله در این شرایط شما تحت تاثیر این اختلافات هورمونی مثلا فرض کنید در مغز شما هستش، شما این قضاوت اخلاقی رو داشتید، شما خیلی سخت میتونید بگیم بله اون وقت پس ما یه اخلاق عینی داریم. خیلی راحت سریع به این سمت سوق داده میشید که بله اخلاقی امر نسبی است. برای همین من عرض کردم که کار سختی دارم، اما همچنان من باورم تمام مطالعات تجربی به ما نشون نمیده همچنان که اخلاق نسبیه. خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته میرسیم. تشکر که پای این بحث نشستید و تشکر از مهمانهای برنامه، ابراهیم سلطانی و حسین دباغ. در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه را روی یوتیوب منتشر میکنیم. به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستید میتونید زودتر از دیگران برنامه رو ببینید. هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بحث در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافته و پادکست برنامه در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم منتشر میشه. و البته طرفداران پادکست پرگار میتونن چند دقیقه اضافه این بحث رو به شکل خودمونی تر بشنون. شب و روز بر همه شما خوش.